یا به تنهایی معنی دارد یا به تنهایی معنی ندارد. اگر به تنهایی معنی نداشته باشد و بایستی با کلمات دیگر بیاید، ما میگوییم هست. و اگر به تنهایی معنی دارد، باز از دو حالت خارج نیست، یا مقترن به زمان هست یا غیر مقترن به زمان هست، یعنی نزدیک به زمان است، قرینه زمانی دارد یا قرینه زمانی ندارد. اگر قرینه زمانی داشت، مقترن و تقارن زمانی داشت، به اون میگیم فعل. و اگر مقترن به زمان نبود، به اون میگیم اسم، که اسم چیزیست که اصلا مربوط به زمان است. بعد از آن اسم ها خود به چند نوع تقسیم می شدن. اسم ظاهر است، اسم باطن است، اسم مؤنث است، اسم مذکر است. از نظر تعداد حروف اسم یا ثنایی هست یا ثلاثی هست یا رباعی یا خماسی یا سداسی یا سباعی، که یا دو حرفی هست تا یا تک حرفی هم ممکن است بعضی ها گفتن که هست، ولی حتی از دو حرفی شروع کردن تا هفت حرف. فعل از سه حرف یا چهار حرف است و حرف هم از یک حرف تا هفت حرف یا هشت حرف هم بیان کردن در ادبیات عرب. منظور این است که وقتی که اسم رو تقسیم کنیم، یک تقسیمش هم این است که به ضمیر و غیر ضمیر، اسم ظاهر و اسم باطن. این رو از اول یک تقسیم بندی رو عرض کردم که معنی و عنایت مولانا رو اینجا بدانیم. به اسم، به حرف است و اسم، اسم است. اتفاق مفسران است که اینجا مزمری است، اینجا مزمر است، مخفی است، یک کلمه اینجا نیامده است که عرب به حرف با ابتدا نکنند. عرب هر دست کلمه رو با حرف شروع نمی‌کنند. از نظر قدرت اگر حساب کنیم، که بعدا هم این مفهوم رو در جاهای دیگر خواهیم دید، چنین است که اولین کلمه قدرتمند در میان این سه حرف و اسم و هر فعل، فعل است. فعل از همه قوی تر است، چرا که یک کاری واقع شده است. از جهت مفهوم و محتوا فعل از همه قوی تر است. فعل هم که سه قسم است، ماضی و مضارع و مستقبل، از همه اینها ضعیف‌تر مستقبل است، آینده است که هنوز اتفاق نیفتاده است. از آن ضعیف‌تر مضارع است که در حال اتفاق است و ممکن است جلوی اتفاق افتادنش گرفته شود. اما از همه محکم‌تر ماضی است، و ماضی یعنی سخنی که رفته است و تمام شده است و استحکام دارد. پس مستحکم‌ترین کلمه از کلمات ثلاثه حرف و اسم و فعل، فعل است. آن هم فعل ماضی است. دومی که استحکام دارد اسم است، که آن اسم ها هم از نظر استحکام با هم متفاوت هستند. و سومی استحکام یا ضعفی که وجود دارد حرف است. بنابراین عرب کلامش را با سخن ضعیف، با کلمه ضعیف آغاز نمی کند. معمولا دوست می دارد با قوی ترین آغاز کند، و آن هم فعل است، و قوی ترین فعل هم فعل ماضی است، چون که اتفاق افتاده است و قدرتمندترین است. معمولا عرب دوست دارد کلمه‌اش و سخنش، جمله‌اش را با جمله فعلیه و آن هم با فعل ماضی آغاز کند که استحکام بیشتری دارد. چون میدانید که زبان عربی زبان تأکیدی است، در آن تأکید بسیار فراوان به کار رفته است. خب میفهمید که عرب هرگز با حرف که ضعیف‌ترین این سه کلمه هست سخن را آغاز نمی کنه، بلکه اینجا به خاطر همین است که یه دو گفتم که مثلا ابدأ بسم الله الرحمن الرحیم، ابدأ یک، یا ابدأ یا ابتداءً مثلا. مفسران فراوان گفتن که یعنی ابدأ و بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی آغاز میکنم با بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم خودش چون با دارد و حرف است و ضعیف است، در اول کلمه عرب نمی آید. منظور مولانا این است.
اتفاق مفسران است که اینجا مزمری است. مزمر هم اسم مفعول است. مزمر یعنی در زمین برنده و پنهان کننده. مزمر آنچه که پنهان شده است که عرب به حجبا اطلاع نکنند. اما اختلاف هست میان مفسران که آن مزمر چیست. اختلاف هست این که حذف شده است یا زم پنهان است قبل از بسم الله الرحمن الرحیم گفته است کدام کلمه بوده است. گویند که آن مزمر امر است از حق تعالی. یکی که گفتن که آن امر حق تعالی است. اما که گفتن مثلا بگن ابدع بسم الله الرحمن الرحیم خداوند به رسولش دستور بده که شروع کن ابتدا کن با بسم الله الرحمن الرحیم که ای بنده من چون پناه میگیری از شیطان به نام من آغاز کن. ما خوشبختانه دروس تفسیر هم که آغاز کرده ایم کاملا ارتباط پیدا میکند با هم دیگر. از این جهت بعضی از این توضیحات رو میدهیم که در آنجا هم حتما به دردمان خواهد خورد. چون پناه میگیری از شیطان به نام من آغاز کن. خب میگن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ میبینید با اعوذ شروع میکنه، با فعل شروع میکنه. اعوذ پناه میبرم، استعاذه میکنم بل بالله به خداوند من الشیطان، من از شیطان الرجیم، شیطان مجوز، شیطانی که رانده شده است. خب امر است از حق تعالی. خب بعدی که این رو گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خب شیطان رو نفی کرد. خب پس باید چه کنی؟ با چه چیزی ابتدا کنی؟ ابتدا کنی با بسم الله. به نام من آغاز کن این چیز را تا از شر او پناه یابی. خب این روایتی است، یک روایت است مفهومش را اینجا مولانا فرمود. روایت چیست؟ روایت فرمود میفرماید از رسول هست، رسول صلوات الله علیه هست که از رسول فرمودند هر کار را که شروع میکنی ممکن است شیطان در آن دخالت کند. شیطان الان ممکن است خود شیطان باشد یا ممکن است که در حقیقت کسانی که دستیاران او هستند این را آغاز کنند. شیطان هم میدانم که از اجنه هست. بنابراین در هر کاری که انسان انجام میدهد ممکن است شیطان که همان یا اعوان انصار او و شیاطین انس و جن و اجنه در آن شرکت بکنند. قضا میخواهی بخوری در روایات هست که وقت قضا میخوری بسم الله الرحمن الرحیم که آن وقت جن در آن شریک نمیشود و در خوردن تو جن شرکت پیدا نمی کند. آب میخوای بخوری و بسم الله الرحمن الرحیم آن نام با نمی شود که شیطان و جن در آن آب تو در حد تصرف کنند. هر کاری که میخوایی جایی میخوایی بروی برای اینکه از شر اجنه و از شر شیاطین محفوظ بمانی بسم الله الرحمن الرحیم بگویی. به خاطر می گفتن که من لم یبتدع بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. پیغمبر فرمود که هر چیزی که ما و کسی که شروع نکند با بسم الله یا هر چیزی که شروع نشود با بسم الله الرحمن الرحیم او ابتر است. یعنی کاری که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشده وسط میماند و هرچند که انسان سهرن یادش رفته باشد وسط میماند و به پایان نمیرسد. و بعد اون پس را گویند که آن مزمر اخبار است از بنده که ای خدا اخبار است. بنده خبر می‌دهد. فریاد می‌کنم از شیطان به تو قل اعوذ من الشیطان و پناه می‌گیرم و پناه گرفتن به تو جز این نمی‌دانم که آغاز کار خود به نام تو کنم و در نام تو گریزم. خب من برای اینکه از شر شیطان محفوظ باشم، از شر اجنه محفوظ باشم، من پناه به نام تو میبرم و آغاز کار به نام تو کنم و در نام تو گریزم. کلمه زیبایی است و این هم روایات متعدد داره که اگر از چیزی ترسیدید انسان باید به ترس فرار کند. به چه چیزی فرار کند؟
فرار کند به اسم الله، فرار کند به اسم الله، در نام تو گریزم و عمل خود را و کار خود را در نام تو گریزانم، کاری که می کنم آن را هم بگریزانم، بگویم کار فرار کند بیاید نزد تو، چون جای دیگری محل امنی نیست، هیچ جا محل امن حقیقی اعمال و رفتار و کردار و افکار ما نیست. هر فکری که می کنم ممکن است شیطان در آن نفوذ کند، مگر فکری که آن را به خداوند متصل کرده باشند، در پناه خدا گرفته باشند. کار همچنین است. خب من که کار کردن تمام شده است، این چه ربطی به این داره؟ نه، کاری که انسان کرده است هنوز تمام نشده است، نتیجه اش مانده است. اگر فرار کنی به خدا، آن وقت نتیجه اش رو خداوند فراهم کنه. خیلی چقدر از کارها رو ما انجام میدهیم و نتیجه نمیگیریم؟ این همیشه سوال غالب انسان. من این همه تلاش کردم ولی نتیجه نمیگیرم، به خاطر این است که به نام خدا، به یاد خدا نبوده است، بسم الله نبوده است، ابتر میماند، دنبالیده میماند، در وسط نصف و نیمه میماند. حال میخواهد کسی را باور کند یا باور نکند، میخواهد اعتقاد داشته باشد به این نداشته باشد، مهم نیست. انسان اگر اعتقاد هم نداشته باشد که یک سم مهلک او را خواهد کشت، اگر آن سم مهلک را بخورد البته خواهد مرد، هرچند که اعتقادی نداشته باشد، هرچند که باور و یقین نداشته باشد. او کار خودش را انجام میدهد. بسم الله یک حالت وضعی دارد، یک حالت حکمی دارد. آنچه که حالت حکمی است در اینجا بیان شده است، در قرآن بیان شده، گفتن همه چیز را با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن. اما یک حالت وضعی عینیه دارد که آن حالت وضعی عینیه مربوط به اثری است که این کلام در جهان دارد و این اتفاق خواهد افتاد. قصه آن دانشمند ژاپنی را من دوستان عزیز شنیدن. حدود 15 سال قبل یک دانشمند ژاپنی پیدا شد و کار عجیبی انجام داد. او آمد و تمامی اسامی مقدس ادیان را جمع کرد و اسامی منحوس در ادیان را هم جمع کرد. یک آزمایشگاه برای خودش ترتیب داد، شیشه هایی را گرفت، بر روی آنها اسامی اماکن خوب مقدس مذهبی رو، مثلا مسیحیان، یهودیان، مسلمانان رو زد، اسامی که اینها مقدس می‌دانستند رو بر روی اونها نوشت، چسباند. در برابر آمد یک سری کارهای دیگه کرد، مثلا جهنم و دوزخ و شیطان و نمیدونم از این جور حرفا، هر کدام به زبان خودش که در میان قومی و ملتی از مردم جهان مشهور بوده است، اینها رو هم نوشت. بعد جالب است که همه اینها رو تبلور متبلور کرد، یعنی همه اینها رو داد یخ زد، یعنی آنقدر اینها رو در دمای چندی قرار داد که همه اینها یخ زدن. بعد آمد بدون های اینها رو بررسی کرد، مثلا شیشه ای که درش آب بود و الله روی آن نوشته شده بود، بنا به اعتقاد مسلمان بعد از 3 ماه که متبلور کرد، بلورهایش را، عکسهایش را انداخت، به عنوان یک تحقیق علمی مطرح کرد. همه آن بلورهایی که آنچنان بودن، همه بلورهای بسیار زیبا، شکی، در فضای مجازی هم پخش شد، بسیار زیبا بودن، همه متقارن زیبا، ولی آنهایی که نامهای بد و زشت در میان همه ادیان زده بودن، همش به شکل بلورهای نامتقارن و زشت و غیر منظم بودن. بعد یک کار دیگه ای کرد، رفت یک سری آب رو برداشت، برد در میان بوداییان، در معبدهای بوداییان قرار داد که هیچ کس دست نزد. یه 3 ماه اونجا بود، 2 ماه اونجا بود، یا مثلا چند روز اونجا بود، بعد آورد اینها رو متبلور کرد، دید همان شفافیت و زیبایی وجود داره. بعد در جاهای دیگه مثلا رفت مثلا پیش شیطان پرست ها، آبها رو آورد، دید که اینها کدر هستند و خیلی نامتوازن هستند. بعد رفت آبهایی رو از جاهای مقدس آورد، از جمله از چاه زمزم آورد و چی، عکسای اینها رو همشو گرفته. وقتی اینها رو گدوری کرد و آمد همه اینها رو یخ زد، کاری کرد، منجمدشون کرد،
بعدن اینها رو زیر میکروسکوپ ها نگاه کرد، عکساش منتشر شد، هست و بود در فضای مجازی، الان نمیدونم که چیزی. همه اینهایی که مثلا بخصوص بعد میگه که زیباترین بلوری که من دیدم و خیلی پیچیده و زیبا بود آب زمزم بوده است که از عبادتگاه مسلمانان به دست آورده بود. خب اینها یک مسئله است که انسان میتواند اینها رو آزمایش کند، امتحان کند. یک آبی داشته باشید روزی بهش صد بار بود از باخترش رو ببندید بذارید دیگه، یکی هم داشته باشید حرفای زشت بود جا بزنید، مثلا کینه، نفرت، حسد، دشمنی، بدی، اینها رو بذارید، بعد اونم بذارید اونجا، بعد خواهید دید که اون آب زودتر از این یکی فاسد می شود. مگر این اثر دارد؟ بله، همه آنچه که در این جهان برای ما اتفاق بیفتد اثر دارد و نام گفتن اثر دارد، اثری که انسان ها می پذیرند این یک واقعیت است. خب الحمدلله علم علوم جدید هم اینها رو دارن الان دیگه اثبات می کنند. علوم جدید هم مثلا در مباحث جدید فیزیک کوانتوم اینها مطرح می شود و اینها به طور علمی هم پذیرفته می شود، چون ما هر صوتی که در جهان منعکس می کنیم این امواجی دارد، این امواج می رود و البته اثرش را در محیط اطراف می گذارد. خب این اثر به شکل خاصی خودش رو نمایان می کند و این هم اثر معین است. گویند که آن مزمر امر است از حق تعالی که ای بنده من چون پناهیدی از شیطان به نام من آواز کنیم چیز را تا از شر او پناه یابی. و بعضی مفسران میگن که آن مزمر اخبار است از بنده، بنده میخواهد خبر بدهد، اخبار یعنی خبر دادن، خبر رسانیدن. ای خدا فریاد میکنم از شیطان به تو پناه میگیرم و پناه گرفتن به تو جز این نمیدانم که آغاز کار خود به نام تو کنم و در نام تو گریزم و عمل خود را و کار خود را در نام تو گریزانم، که هر کاری که آغاز آن به نام مبارک تو نبود آن کار ناقص و ابتر بماند که از کردن و ثمره ای حاصل نباشد. قال النبی علیه السلام کل امر زیبال لم یبدا بسم الله فهو ابتر. کل هر امر، هر امری، هر کاری زیبال که باید به آن توجه کرد و پر اهمیت، هر کار پر اهمیتی که لم یبدا آغاز نشود، ابتدا نشود بسم الله با نام خدا، فهو ابتر، آن ابتر و ناقص خواهد بود. هر کاری که در اون خطری باشد و عزتی باشد و فایده‌ای باشد چون به نام خدا پناه نگیرد در آغاز آن کار، هر چند که جهد کنند آن کار تمام نشود. حال کسی میخواهد باور کند یا نه باور نمی کند، این اثرش را خواهد گذاشت. و عاقبت سر به پشیمانی و خسارت، و عاقبت سر به پشیمانی و خسارت بیرون کند، یعنی سر از خسارت و دشمنی برمی دارد. و اگر باورت نمی آید، اگر این سخن را باور نمی کنی در نگرم، خب میگه، یکی میگه که یه بسم الله الرحمن الرحیم اگه چیه که مثلا بده یه کار مهم مثلا این طرف آن طرف بشود، نه این هیچ حسی که ما به بیرون منتقل میکنیم در جهان بیمعنی نیست، هیچ حرکتی که ما انجام میدهیم در جهان بیمعنی نیست. اما بحث اثر پروانه ای رو مطرح میکنن که ممکن است یک پروانه در اقیانوس آرام بادی بزنن و آن کمترین چیزی این است که پروانه ای در مثلا ارتفاع مثلا 30 متری اقیانوس آرام یک بادی بزنن. نمیتوان مطمئن شد از نظر علمی که این در دریای هند موجب یک طوفان نشود. این پروانه اونجا یک باد کوچکی است، در چگونه این تبدیل به طوفان در جای دیگری میشود؟ اینو بهش میگن اثر پروانه‌ای، باترفلای افکت، یعنی آن افکت و آن اثری که در اثر یک مسئله علمی است. دوستان همه اهل علم و دانش هم و میتوانند مطالعه بفرمایند. اگر باورت نمی آید در نگر در فرعون و
شداد و نمرود که با چندان هزار حالت و قدرت، قدرت یعنی وسایلی که داشتند، لشکر و ملک و بازو بکشیدند و اندیشیدند و خزینه های عالم خرج کردند تا ایشان را از آن ملک برخورداری باشد و نام نیکو بماند تا سالهای دراز ایشان را به نیکی و بزرگی یاد کنند و دوست دارند. خب فرعون چنین کرد، شداد چنین کرد، نمرود، این سه گردنکش مشهور تاریخ است که همه میشناسید. چون به نام خدا پناه نگرفتند در آن کار خویش، آن همه کارهاشان واژگونه شد. واژگونه شد، کاری که گفته بودن عوض شد و همه امیدهاشان نگونسار شد. چون که با نام خدا شروع نکرده، همه میخواستن آدمی خوب باشن، یعنی واقعا فرعون از اول میخواست آدم بدی باشد؟ نه. چه کسی دوست دارد که از اول آدم بدی باشد؟ آیا شداد میخواست از اول مثلا بد باشد؟ نمرود آیا میخواست چنین باشد؟ نه. دوستی خواستن، دشمن روی عالم گشتن. نیکنامی خواستند، بدنام عالم شد. دیگه من اینها رو توضیح نمیدهم که وقت تان رو نمیدهم. در دلها عظمت و حرمت خواستند، خواستند در دل همه عظیم و محترم باشند. از پشه و مگس حقیرتر و ننگیرتر شدند. و اگر خواهی که این سخن روشن‌تر شود، در حال انبیا نظر کن که ایشان هر کار که کردند آغاز به این کردند و پناه به این نام گرفتند، پناه به نام خداوند گرفتند، به نام الله و خدمت این نام کردن، در خدمت این نام، در خدمت نام الله بودن، نه خود الله، نام الله. این خیلی مهم است. حتی انسان که نمیتواند مستقیم در خدمت خدا باشد، ولی در خدمت نام خدا و اسم خدا میتواند باشد. و این نام را در میان جان و دل جا کردن، نام الله را در دلشان، در جانشان، در وجودشان جا کردن و مال خود فدای این نام کردن. هرچه داشتند رو، نه اینکه به لفظ جلال قسم دروغ بخورد و مال بیاندوزد، بلکه مالی که داشتند رو صرف این نام کردند و در بند قبول خلق نبودند. چون نبودند که آیا مردم قبول خواهند کرد یا قبول نخواهند کرد. صد سال دنیا مردم این رو قبول نکنند که خلق ایشان را بگویند یا نیگویند. این خیلی چیز مهمی است که همه فکر میکنن که مردم نسبت به من چه میگه، نظرشان نسبت به من چیست. این نشان از عدم ثبات اندیشه آدم دارد. مردم ممکن است دنبال یک انسان خوب بدی های فراوان بگویم، دنبال یک انسان بد خوبی های فراوان بگویم. و مردم هم معمولا اینجوریه، چون از روی تعقل و اندیشه سخن نمیگویند و اساس ظن و گمان و حدس سخن میگویند، غالبا اینها رو اشتباه میکنند. خادم رو خائن و خائن رو خادم معرفی میکنند. این کار مردم است. پس نباید به این مردم توجه کرد. این مردم مینشینند و بعد از اینکه خوردند و خوابیدند و نوشیدند، آن وقت شروع میکنند دنبال دیگران و برای دیگران سخن ساختن. کار دیگری ندارد. در بند آن بودند تا خلق را به خدمت این نام کشند و در پناه این نام کشند. میخواستند که مردم را به نام الله آشنا کنند، در پناه نام الله بکشند و در بند آن نبودند که میان خلق نیک نام باشند و نام ایشان بمانند. هیچ کدام از پیامبران نمیخواستند که همه بگن این آدم خیلی خوبی است، نام نیک نمیدانم، نام نیک گربماند زادمی، نام نیکو گربماند زادمی، خوش به کذو ماند سرای زرنگار. جناب سعدی میفرمد اصلا مولانا میگه نام خوش نماند، اصلا به چه درد میخورد نام خوش؟ نام خوش فقط نام الله است، نام خوش فقط نام اوست. غیر از نام الله هیچ نامی خوش نیست. خوشنامی مفهومی نداره. فلان کس خوشنام است که چه؟ این مردم که نه دشمنیشان بر اساس ضابطه است، نه دوستیشان.
انسان ها رو میبرن بالا و از آن بالا با سر سرنگون میکنن. ببینید در پشت بهترین آدم ها چه ها گفتن این مردم، پس اعتماد نکن. کاری که مردم میکنن رو رها کن. مردم بنا به تمایلات خاص و تمایلات روانی خودشان این حرفایی میزنن، اینها رو رها کن. در بند صحبت ها و سخنان مردم نباش. مردم یاوه بسیار میگویند، بیهوده سخن ها زیاد میگویند. در بند این نباش، خود رو رها کن. از شر افکار مردم خود رو آزاد کن. چرا در بند و اسیر سخنان مردم هستی؟ بلکه در بند آن بودن تا این نام حق عزیز و معظم باشد و تعظیم این نام بزرگ گردد، و چون عزیز کرد تا دیده های خلق را بگشایند که راه غلط مکنید. وقتی که نام عزیز شد، وقتی نام الله عزیز شد و با عزت شد، آن وقت چشم مردم باز می شود که راه غلط مکنید و اگر نام خود را می خواهید نام خود را بهدید، این نام را بگیرید. اگر می خواهید نامتان پرآوازه شود، نام خود را رها کنید، نام الله را بگیرید، آن وقت نام شما هم پرآوازه خواهد شد. چنانچه پیامبر چنین کرد، محمد چنین کرد. میگویند اکنون بالاترین نامی که در جهان برای فرزندان پسر گذاشته میشد محمد است. چه کسی گفته بعد از 1400 سال چون این کاری بکنید؟ هیچ کس نگفته است. چون به خاطر نام خدا بود، نام خدا را بالا گرفت، اسم الله رو محترم شد، خود محترم شد. اسم الله برای او عظمت داشت، خود عظیم شد. قصه چنین است. میخواهید عزیز باشید، اسم الله را عزیز کنید، آن وقت ببینید که عزیز خواهید شد. اگر حرمت خود میخواهید، حرمت این نام را نگاه دارید و نام خود را فراموش کنید و این نام را یاد دارید. این نام را بیادون باشید که هر که نام خود جست، نام خود را گم کرد. خیلی زیبا. هر کس به دنبال نام خود باشد، نام خود را هم گم میکنه. اصلا تاریخ گم میکنند. و هر که نام خود را در این نام گم کرد، نیک نامی یافت. هر کس نام خود را در نام الله گم کند، فانی کند، آن وقت او نامش به اعلای دیگین میرسد تا ابد. هر که نام خود را در این نام گم کرد، نیک نامی یافت تا ابد. و از انبیا علیه السلام مصطفی صلی الله علیه و سلم چوستر بود. خیلی زیباست. نمیگوید که مثلا نوع دیگر، چوستر بود، چابکتر بود، به خدمت خداوند سریعتر میرسید، با اسم الله عشقبازی بیشتری داشت. چوستر بود در این خدمت، نیکنامی او از دیگران افزونتر شد. آنقدر نام الله رو زدن، دندانش را شکستن، نام الله رو فراموش نکرد. سینه اش را شکستن، استخوان‌های سینه اش را شکستن، بازویش را شکستن، ساق پایش را شکستن، سرش را با سنگ شکستن، آتش بر روی او ریختن، هر کاری کردن، زخم زدن، نیزه زدن، شمشیر زدن به بدن مبارکش، اتفاقی نیفتاد، نام او بلندش. چون دست در این نام زدن، مرغکان ضعیف ابابیل دماغ از دماغ پیلان مست برآوردن. یکی گفت که عبدالمطلب وقتی آمد، آن ابرهه با آن لشکرش که پیلان بود آمده بود، ابرهه یک عبادتگاه برای خود درست کرده بود، دید هیچ کس نمی آید در صنعا، هیچ کس نمی آید و همه می روند کعبه رو عبادت می کنند. قبل از اسلام، زمانی که جناب عبدالمطلب تولیت کعبه رو داشت، که پیغمبر هم در همان آمولفیل به دنیا آمده است. آمولفیل یعنی سال فیل، سالی که ابرهه با از یمن با فیلهایش آمد، تا اینکه چرا فیل آورده بود؟ تا اینکه همه جا رو با خاک یکسان کند و مردم عرب چون فیل را ندیده بودند تا آن زمان بترسند و فرار کنند. آمدند پیش عبدالمطلب، گفتند اون میآید. گفت من صد تا شتر دارم، شترهای را بکشید طرف دیگر که آنها نبرند. گفتند تو عجب آدمی هستی،
هیئت بن مطلب تو عجب آدمی هستی، میآیم خانه کعبه رو خراب بکنم، تو الان فکر مثلا 100 تا 10 تا شوترت هستی؟ جواب زیبایی میبند، میگوید که من صاحب شترانم هستم، من مالک شترانم هستم و خدا هم مالک آن کعبه است، اگر خواست مانع میشود. علم تلم کیفا فعل ربک به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارة من سجیل و جعلهم کاسف محدود. آمدن این مانند سجیل آمدن و همه این قصه تمام شد. مرغکان ضعیف ابابیل، ابابیل مرغانی هستند که بزرگتر از گنجشکن و کوچکتر از آن یا کریم ها هستند که پرواز الان هم هستند، طیر ابابیل الان هم هستند، در سوریه هست، در مکه هست. ما مثلا سار، شبیه سار هستند و رنگ های متفاوتی دارند، کوچکتر از سار هستند. در چون دست در این نام زدن مرغکان ضعیف ابابیل، دماغ که کلمه ترکیه همان به معنای رگ، دماغ از دماغ پیلان مست برآوردن. دماغ هم یعنی مغز، یعنی آن وقتی که آن رگ رو از دماغ فیل ها برآوردن یعنی اینها رو کشتن. برخان علم تره کیف فعل رب کر اصحاب فیل، کوری آن کسانی که منکرند حرمت این نام را و چون پناه به این نام گرفتند، پشته‌ای دماغ از دماغ شهنشاه نمرود برآورد و لشکر زیبر او را برهم زد. خب روشن از نمرود وقتی که اظهار خدایی میکرد، ناگهان خیلی میگفت من خیلی قوی هستم، خدا گفت قدرتت را نشان میدم، یک پشته‌ای را گفت که برود داخل دماغ او. هر چند زد این پشه یا شبیه به آن موجودی شبیه به آن رفت از راه دماغ، چون متصل هست به قسمت های بالا، و رفت آنجا، آنقدر سرش را کوبید به آن طرف آن طرف که مرد و لشکر او را برهم زد. چون حرمت این نام را امتحان کردن، قرص ماه چهارده شبه بشکافت از بخت خدمت این نام. شق القمر رو مطرح کرد که در اوایل این مجلس بهش توجه کرد، یک بسم الله الرحمن الرحیم گفت و دو انگشت مبارکش را پیامبر از هم جدا کرد، نیمی از ماه در طرف یک طرف افق و نیمی دیگر در طرف دیگر قرار گرفت. و چون این نام را نوح پناه خود ساخت، نوح هم وقتی گفت بسم الله، از مشرق تا مغرب موجهای طوفان برخاست و صد هزار لشکر و قبیله را برهم زد که میگویند که عالم هرگز چنین معمود نشده بود که در عهد نوح بود. میگویند اینقدر معمود یعنی آبادان نشده بود که در زمان نوح اینقدر آبادان شده بود. همه این آبادانی ها از بین رفت، هرگز چنان نامدار نشده بودند در عالم که در آن عهد بودند. هر کس به نام و حرمت خود مینازیدند. اکنون کتیبه ها و سنگ‌نوشته‌هایی که مثلا مربوط به 5000 سال قبل یعنی زمان حضرت نوح هست، نشان می‌دهد که چه عظمتی در آن زمان بوده است. و مست می‌شدند و هر چند نوح این نام را بر ایشان عرضه می‌کرد، قبول نمی‌کردند و در این نام به خواری نظر می‌کردند. می‌گفتند بسم الله چیه، اینها رو رها کن، زیرا صورت پرست بودند و این نام موجی است که از دریای معنی برآمده. این نام فقط یک موج است، موج دریاست، یک صفتی از اسماء الهی است. چشمهای صورت پرستان را زهره نباشد، یعنی قدرت و توانایی نباشد که در اینجا نگرند تا خود را به هفتاد آب نشویند. باید خود را در هفتاد آب بشویند، پاک و پاکیزه و طاهر و مطهر شوند، بنابراین بیایند. لا یمسه الا المطهرون، مطهرون آیه قرآن است که مست نمی کند آن را مگر متحران، آنهایی که پاکیزه شدن. نمی فرماید متحرون، کسانی که خودشان را پاکیزه کردن، می فرماید متحر. متحر هم کسی که خدا او را پاک کرده باشه. پاکی که دست انسان نیست، طاهرونه که دست خود انسان نیست، اوست که پاکیزه می کند. بنابراین فرماید متحرون،
نوح میگفت اگر شما این نام را نمیبینید که چه عظیم است و چه بزرگ است، دیده ها را به عشق بشونید، با عشق دیده هایتان را بشونید و زار زار بگرید و به نابینایی و محرومی خیش واقف شدید و اگر شما نوحه نمی کنید من تا می توانم بر شما نوحه می کنم. خدا برا خود نام نوح کرد برای آنکه نوحه‌گر شما خواهم. می دانید که نوح لفظی عربی است و از نوحه میاد. می گوید که چرا مرا نام نوح نهادن؟ بخواد که نوحه کنم، در عزای شما نوحه کنم و سخنها بگویم و گریه ها بکنم که چرا شما از راه راست دور شدید. و همین است اشفاق و محبت بزرگان نسبت به انسانهای دیگر چنین است. آنقدر محبت می‌ورزند که انسانهای دیگر راجع به انسانهای دیگر می‌گریند، اصلا التماس می‌کنند به انسانهای دیگر که تو رو خدا این راه رو دریابی. خدا مرا خود نام نوح کرد برای آنکه نوحه‌گر شما خواهم بودن این ساعت که حقیقت‌های شما در غرقاب هلاکت است نوحه می‌کنم. امیدوارانه چنان که رنجور را چون مرگ نزدیک آید نوحه می‌کنم، اما هم امید می‌دارم. یک کسی که مریض است رو به موت است می آیند نوحه می کنند خدایا هم امیدوارم که این خوب شود و هم ناراحتم که مبادا از دستشان برود، من هم به خاطر نوحه می کنم بر شما. نوحه می کنم امیدوارم و چون این غرقاب هلاکت است من می بینم شما نمی بینید. فرق نوح و دیگران این است، فرق نبی با دیگران این است. او می بیند ما نمی بینیم، ما حقایق اشیا را نمی بینیم، او حقایق اشیا را می بینیم. پیشتر آید و دست در صورتهای شما زنند، من بر بالای کشتی باشم هم نوحه می کنم. یعنی آن دشمنی می آید دست در چهره شما می زند، در تاریکی خیلی شدید دستی می آید به صورت انسان می خورد، انسان نمی داند دست چه کسی است. پیشتر آید و دست در صورتهای شما زند، من بر بالای کشتی باشم هم نوحه می کنم. اما نوحه نامیدانه که اغرق او فدخل او نارم فلم یجدو در اون من دون الله انصارا، غرق شوید پس داخل شوید در آتش، پس پیدا نمی شود برای ایشان غیر از خداوند انصار و یاران دیگری. یعنی چون این نام را خار داشتند، نام الله را کوچک پنداشتند و تعظیم این نام نکردند و نوح را که دلال دولت این نام بود التفات نکردند. دلال یعنی راهنما، راهنمایی، دلالت، راه نشان دادن، دلیل بودن، که دلال دولت این نام بود التفات نکردند. عاقبت عزت این نام ایشان را بگرفت و نامهای ایشان را نهوسات کرد. فقط تعدابر القوم الذین زلم، فقط تا پس قطعه کرد، کاملا بریده کرد، دابر القوم پشت قوم را، یعنی هرچه که با خود هم باشته بودند و نگه باشته بودند همه آن را قطع کرد و دیگر از آنها کسی در جهان باقی نمان، فرزندی از آنها باقی نمان. الذین زلم و آنان که ستم کردند و الحمدلله رب العالمین. این پایان مجلس اول بود.